این است که ببینید اگه بعضی وقتا کسایی عصبانی میشن میگن این آدمای بیشون، این آدمای احمق، این آدمای نفهم، من این رو سیاوش عرستم پروانه میدم به همه یاران و مهربان یاران خودم در سر داسر جهان که رسانه دارید، سخن دارید، هیچ نگران نباشید از استفاده این مسئله. اگه تو به آدم حمال جهل، حمال حمالی رو نمیگم، حمال جهل، حمال نادانی، نگی احمق، نگی نادان، نگی بیشعور، این یارو فکر میکنه فلان پست داره یا چون آخونده یا اینکه چون رفته پای منبر چهار تا آخوند نشستی عقل کل دیگه همه چیزو میفهمه، خصوصا الان که اکثرا کتاب و کتابخونی رو گذاشتن کنار و فقط دنبال این پست های مسخره هستن. بدین رو پروانه دارید، به اینها بگید این پروانه رو کی میده به اینها؟ تازه مال خودشونه، ما به خودشون میدیم. این خود قرآن کتاب دینی مذهبی رسمیشونه که بو تا دلت بخواد آدمای دیگه که مثل اونا فکر میکنن و بیشعور میدونه و اکثر هم لا یشکرون زیاده و اکثر هم لا یعقلون و اکثر هم لا یعلمون اکثر هم لا یفهمون، ملت بیف نافهم بیشعور بیعقل، این فوش نیست، اینا توهین نیست، اینا اینا تو خود کتاب دینی اینا هست، به اینها تحمیل بدید، بگید جز این نمیشه مبارزه کرد. میبینید مهربان یاران، اینها آیات قرآنی، همه آیات قرآنی، بیشعور احمق نادان. حالا در پاسخ این حماقت های دینی و روحانی در سطح تاریخ بشر از قدیم تا به امروز، از رفیق از دست رفته نازنین مهربان شاعر توانا کارو، برادر ویگن در دریان، برادر ویگن عزیز، کارو روان شاد 23 تا از کتاباش به من داده بود، امضام کرده بود که اینها رو بدم من به دوستانی که دلم میخواد اسمشون رو بالا بذارم. کارو از اون بزرگ شخصیت هایی بود که در تاریخ ما ناشناخته بود. گوش کنید اینا خیلی قشنگه، آویزه گوشتون کنید. زخم دل را با می ناب دوا خواهم کرد، من که هم می خورم و دردی آن پادشاهم، بهتر آن است که امشب به همان جا بروم، سر خود بر در خمخانه آن شاه نهم، انقدر باده خورم تا ز غم آزاد شوم، دست از دامن طناز رها خواهم کرد، خواهم از شیخ کشی شهره این شهر شوم، شیخ و ملا و مریدان همه را قهر شوم، بر مذاق همه شیخان دغل زر شوم، گر که روزی ز قضا حاکم این شهر شوم، خون صد شیخ به یک مس روا خواهم کرد. حالا نکته ای که خیلی مهمه اون